و حالا سراغ مهمان گرامی بعدی برنامه می رویم. آقای اسدالله سعادتی. جناب سعادتی مدرک ماستریشان را در رشته روابط بین الملل به دست آوردند. قبلا نماینده مردم دایکندی در پارلمان افغانستان بودند و فعلا معاون سیاسی شورای عالی مصالحه ملی هستند. شما بفرمایید آقای اسدالله سعادتی و ما در خدمت. مایکتان خاموش است. آقای سعادتی اگر زحمت نمیشه مایکتان روشن کنید. بله بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان، بزرگان و فرهیختگان حاضر در بس و تقدیر و تشکر از شما جناب آقای حمید به خاطر از اینکه از ما دعوت کردین تا در جمع بزرگان و فرهیختگان باشم. هرچند ما قبلا هم خدمت شما عرض کردم که من نمیتونم حق مطلب را در مورد کتاب عزیز و فرهیخته جناب استاد خلیل الله خلیلی ادا بکنم، چون من در وادی شعر و ادبیات و فلسفه و عرفان دستی ندارم، چندان مصروف کارهای روزمره سیاسی هستم بیشتر. اما به خاطر احترام عمیقی که به روح اون بزرگ مرد ادب و فلسفه و عرفان داشتم، خواستم در خدمت شما عزیزان باشم. به هر حال چنانچه جناب سفیر صاحب مسعود خلیلی فرمایش کردن، آنچه که ما اینک از جناب استاد خلیلی در اختیار داریم، اشعارشان و افکارشان و اندیشه هایشان و در واقع بازمانده های معنوی ایشان است. ما وقتی به اندیشه هایشان و به کتاب های اشعار ایشان مراجعه می کنیم، درک می کنیم که جناب استاد در عرصه های مختلف بسته به وضعیت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور سخن گفته و دغدغه داشته و بحث کرده. مثلا البته ما به ادوار زندگیشان بر نمی گردم. مثلا قبل از دوران تهاجم شوروی، جناب استاد به عنوان یک شخصیتی که بیشتر دغدغه و نگرانی اتحاد بین مسلمان ها را در سر داشتن و بیرون و فراتر از مرز و قلمرو یک کشور به صورت یک متفکر جهان وطنی اسلامی می اندیشیدن و در رابطه با فلسطین، در رابطه با اتحاد جهان اسلام داد سخن می دادن. و بعد از این که این دوره از زندگی ایشان سپری شد که جناب خانم سرکار ماندگار فداکار هم اشاره دارم فرمایش کردن، این دوره در واقع دوره بود که جناب استاد برای بیداری اسلامی و برای اتحاد مسلمانان در جهان اسلام در قبال برای به منظور مبارزه با استعمار کار میکردن و تلاش میکردن و مبارزه میکردن و بیشتر از صلح سخن میگفتن، از برادری، از اتحاد سخن میگفتن. اما متاسفانه برغم انتظار ایشان و انتظار همه مردم مسلمان جهان و افغانستان، حادثه در افغانستان رخ داد که استاد را هم از یک ورطه، از یک ساحه به ساحه دیگری به صورت ناخودآگاه پرتاب کرد و ایشان در جایی، البته اگر شعرش را به یادم بیایه، اینجا یاد داشتم کرده بودم پیدا بتنم، ایشان متاسف بوده گفته که زمانه نگذاشت، اجازه نداد که من در رابطه با صلح شعر بسرایم و اینک من مجبور استم که از جنگ و از سنگر سخن بگویم. در این دوره
به جرأت می توان گفت که جناب استاد خلیل الله خلیلی پیشکسوت خلق ادبیات حماسی و ادبیات مقاومت در افغانستان بود. به همو اندازه که مجاهد مردان ما در سنگر گرم و در سنگرهای نبرد و مبارزه با تجاوز رزمیدن و جهاد کردند و جان بر کف گرفتن، جناب استاد خلیلی در سنگر فرهنگ و قلم و در سنگر در واقع خلق ادبیات مقاومت و ادبیات پایداری و قول خانم سرکار ماندگار فداکار، معذرت میخوایم بار دیگر از ایشان و از شما خانم فداکار، در سنگر ادبیات بیداری داد سخن دادن و شعر سرودن و در واقع وظیفه خودش را اجرا کردند. جناب استاد هرچند که در اون زمان از آمریکا و پاکستان منتقل شد، در اون زمان چون برخلاف دوره های قبل که ایشان به جهان اسلام و اتحاد جهان اسلام فکر میکرد، ایشان ناگزیر شد در آن نقطه از جهان اسلام که آتشی شعلور شده بود و مردم مسلمان آن نقطه در آن آتش خانمانسوز میسوخت، ایشان در آن نقطه متمرکز شد و بیشتر اشعارشان در آن بخش قابل ردیابی است. از موارد دیگه‌ای که در موارد مختلف در اشعار جناب استاد پیداست، چه در دوران جهاد و مقاومت جهاد مردم افغانستان و چه در دوره های قبل، روح آزادی طلب و روح استقلال طلب استاد است که در اشعار مختلف بازتاب یافته. من اینجا یک شعر را از ایشان دارم، چندین شعر را دارم که یکی دوتایش را میخوایم قرائت بکنم، که ایشان گفته که زندگی در بردگی شرمندگی است، معنی آزاد بودن زندگی است، سر که خم گردد به پای دیگران، بر تن مردان بود بار گران. یا مثلا در جای دیگه میگه که زمام خیش سپردن به غیر بی‌شرفی است، قسم خورم که در این حرف اشتباهی نیست. یا در جای دیگه میگه که گردنی آزادگان در تیغ چی است، نمیفهم درست یادداشت نکردم، شاید جناب خلیلی بعدش باشه، مرد حق را، خب به هر حال از این شعر میگذرم چون درست یادداشت نکردم، معذرت. بحث ما این بود که جناب استاد در بخش های مختلفی از آثار و اندیشه های از ایشان که ما فعلا در اختیار داریم، میبینیم که روح آزادی خواه و استقلال طلبی داشته که همواره از آزادی ملت و ملت ها سخن گفته و از بردگی نفرت داشته و از استقلال جهان اسلام و از استقلال کشورش افغانستان داد سخن سر داده. از موارد دیگه‌ای که از اندیشه های استاد میشه به روشنی پی برد ایست که او در دست خود را دقیقا روی درد مردم مسلمان افغانستان گذاشته. از تفرقه که تحت عنوان قوم و نژاد در افغانستان حاکم بوده رنج می برده و به مخاطر در شعر خود میگه که هزاره کیست، پشتون کیست، تاجیک چیست، ازبک چیست، اساس فرقه سازی های استعمار را بشکن. افزون برون جناب استاد از اخوت اسلامی سخن گفته و از تفرقه هایی که در درون مردم مسلمان افغانستان و احیانا جهان اسلام تحت عنوان فرقه و مذهب وجود داشته، ایشان به شدت ناراحت بوده و به سیاق علامه اقبال لاهوری در این بخش ایشان تلاش های فراوان کرده و مردم مسلمان افغانستان و گاه مسلمانان جهان را به وحدت فراخوانده. و در جای یک شعر ما به یاد دارم که
میگه بر مسلمانان مگر از دین حمایت فرض نیست، پیروی توحید را با هم صداقت فرض نیست، بهر این ناموس عظما درس غیرت فرض نیست، در آفرین. جهاد حق مگر بر ما اخوت فرض واخر نیست. واخر میبینیم که جناب استاد واخر از چند تا مشکل یا مسئله ای که در جهان اسلام و در افغانستان بوده رنج می برده و برای رفع و دفع از اونا مبارزه کرده و سخن گفته و شعر سروده. اختلافات قومی تحت عناوین ازبک و تاجیک و پشتون و غیره که در جاهای مختلف در اشعارشان انعکاس یافته، اختلافاتی که بین مسلمانان تحت عناوین مختلف فقهی و مذهبی و فرقهی بوده در این موارد سخن گفته. و در واقع میشه گفت که استاد خلیل الله خلیلی در زمانه خودش و تمام مسائل و مشکلاتی که مردم افغانستان با او دست و پنجه نرم میکرده آگاهی داشته و برای رفع از او تلاش کرده و همچنین در دوران جهاد. میبینیم که در اشعار استاد در بخصوص در زمانهایی که در پایان عمر در مهاجرت بوده به شدت از دوری از وطن و از مهاجرت هم رنج می برده. ما در اشعارشان می بینیم که یک وطن دوستی بسیار جدی در روح و روان استاد وجود داشته که هر از گاهی از قلمشان تراوش می کرده و در شعرشان مترجم می شده. اگر بخوایم خلاصه کنم، استاد خلیلی از لحاظ قالب و شکل شعر یک شاعر کهنسرا بود و از لحاظ محتوا و بیان و فکر و اندیشه یک شاعر نواندیش و یک شاعر مدرن بود و از لحاظ عقاید یک سنی معتدل و یک سنی اعتدالگرا و حامی وحدت اسلامی بین مذاهب و برای تقریب مذاهب اسلامی تلاش کرد و از لحاظ وطن دوستی یک مجاهد فداکار در عرصه قلم و سخن و فرهنگ بود و از لحاظ سیاسی یک شخصیت سیاستمدار آگاه و اوضاع و شرایط زمانه خودش بود. در تمام زندگی پرتلاطمی که داشت، چنانچه جناب پروفسور صاحب اشاره کردن، از زمان کودکی که از وجود پدر و مادر محروم شد، از زمانی که با امیر حبیب الله کلکانی همراه شد و از زمانی که در دستگاه ظاهرشاه آمد و زمانهای مختلف تا زمان جهاد و آخر زندگی ایشان، در واقع استاد را میبینیم که یک شخصیت کاملا آگاه و زمانه بوده. در این حال ما با این شعر میخوایم پایان بدم به سخنان خود که اگر شعر را یافتم که وقت عزیزان را نگیرم. استاد به معارف و به درس جوانان و نوباوگان وطن را تشویق میکرده. من یک شعر جالب از ایشان اینجا یادداشت کردم که امید ایشان را به فرداهای بهتر نشان میده. میگه که ما به امیدی که تو دانا شوی، خطاب به فرزندان وطن است، ما به امیدی که تو دانا شوی، مرد هنر پیشه فردا شوی، بهر وطن دست توانا شوی، صف شکن فرقه اعدا شوی، زنده زنده کنی رونق پیشین ما، تازه کنی عظمت دیرین ما. استاد خلیلی در واقع به دنبال بازگشت عظمت از دست رفته جهان اسلام و افغانستان بوده در این زمانه های اخیر و از جنگ و نفرت و خونریزی هم در آخر عمر به شدت ناراحت بوده. اگر من حرفی را که گفتم که آخرین شعر است، این یک شعر دیگه هم داشتم که استاد گفته که از جنگ بسیار شکایت کرده. خب به هر حال فعلا بین یادداشت‌های ما است. میگذاریم.